درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه زرتشت. آرتمیس اهورا هستم و این برنامه همون جوری که میدونین کاریست از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. ما در این سلسله برنامه های زرتشت به همه اون چیزهای پرداختیم که به فرهنگ و تاریخ ایران مربوط میشه و حتی مسائل یک مقدار روز ایران کنونی هم پرداختیم. با توجه به گسترش بیماری کرونا که خب الان میتونیم که در همه جهان تقریبا میتونیم بگیم یک فاجعه جهانی اتفاق افتاده و تعداد بسیار بسیار زیادی، خیلی بیشتر از اون چیزی که در بسیاری از کشورها آمارش اعلام میشه، به خصوص کشورهای در حال توسعه، خیلی بیشتر از اون حرفا کشته داده و اینطور که پیش بینی میشه چیزی بالای 300-400 هزار نفر در جهان تا کنون درگذشتن به خاطر بیماری کرونا، گفتیم موضوع برنامه امروز رو بگذاریم درباره تاریخچه و آنچه که به نام پزشکی در ایران از دیرباز تاریخ، از ایران باستان تا کنون وجود داشته و بیشتر به اون بخشی از پزشکی بپردازیم که در دوران تقریبا میشه گفت پیش از اسلام بوده و اون قسمتی که در پس از اسلام توسط دانشمندان بسیار بزرگ و پزشکان خیلی خیلی ماهر ایرانی در واقع انجام می شده. پیش از این که با مهمان امروز برنامه گفتگو رو آغاز بکنم، تنها یک توضیح مختصری میدم درباره اینکه ما ایرانی ها چگونه از هر آنچه که از تاریخمون به یاد داریم میتونیم بگیم حتی در پیش از دوران اشوزرتشت که میتونیم بگیم تاریخ بسیار مدون و کامل و مرتب ما آغاز میشه از اون دوران و هر آن چیزی که تقریبا ما میتونیم بگیم از اندیشه و فرهنگ برای ما به امروز باقی مانده از اون دوران به بعد هست، حداقل از نظر اسناد و مدارک، ولی هر اون چی که ما از ایرانیان از دیرباز میدونستیم این بوده که چهار عنصر یا چهار آخشیج آب، باد، خاک و آتش رو که ما بر اساس اون میاندیشیدیم که جهان از این چهار عنصر، همه هستی در واقع از این چهار عنصر تشکیل شده، میدونستیم که اینها مستقیما ارتباط داره با تندرستی انسان‌ها و بایستی این چهار آخشیج رو از پلیدی و آلودگی نگهبانی کنیم، نگهداری کنیم و نگهبانی از این چهار آخشیج نگهبانی است از در واقع محیط خانه، کوی، محله، شهر، کشور و همه جهان. و هر خانواده ایرانی خودشون رو این خیشکاری رو برای خودشون یا این وظیفه رو برای خودشون قائل بودن که از این چهار عنصر در جهان نگهداری کنن و به این جهت میبینیم که ما در آب روان هرگز نه خودمون رو میشستیم، نه رخت میشستیم و نه ظرف میشستیم. ما همیشه آبی رو از آب روان بر میداشتیم و در کناری شستشوها رو انجام میدادیم، یا از آب قنات یا از آب چاه. همین گونه بوده که هرگز در آبها آب دهان نمی انداختیم و اونها رو به هیچ نوع آلودگی نمی آلودیم در واقع. و آتش رو هم همینطور ما هرگز آتش رو فوت حتی نمی کردیم، برای که می گفتیم شاید از دهانمون میکروبی منتقل میشه و آتش رو هرگز آلوده نمی کردیم. مواد سوختی رو هم که دودزا و بدبو باشه در آتش نزدیک نمی کردیم و همواره جایگاه آتش رو پاکیزه نگه می داشتیم. به این روی می بینیم که بعدها هم آتشکده های ما در کنار آبها همیشه ساخته می شدن و پاکیزه بودن. همچنین ما خاک رو هرگز آلوده نمی کردیم، به همین روی ایرانیان هرگز بدون کفش روی زمین راه نمی رفتن. می گفتن اگر که زخمی توسط چیزی در پای شما ایجاد شه و خون شما به خاک مالیده بشه، ممکنه خاک دچار آلودگی بشه. یعنی حتی در این اندازه وسواس داشتن و برای همین هم میبینید که خاک رو بسیار بسیار تمیز نگه میداشتن و حتی
حتی در خانه ها و محله ها شما میدیدید که اسپند و کندور دود میکردن، در واقع هوا رو هم همیشه پاک و خوشبو نگه میداشتن و هم حشرات رو یا میکروب ها رو از محیط زندگیشون دور میکردن، که این آداب و فرهنگی که شما امروزه حتی در بین ایرانیان امروز هم میبینید از همون دوران به امروز ما رسیده. حالا برای اینکه ما بریم و درباره تاریخچه ای از در واقع پزشکی در ایران باستان با هم گفتگو رو آغاز بکنیم، با مهمان امروز برنامه خانم دکتر الیکا بقایی، دوست بسیار گرامی و عزیز من و از هموندان جنبش نوزای ایرانی که همیشه در این برنامه ها با من همیاری و هم گفتگو داشتن و هم به اصطلاح صحبتی داشتن، مهمان امروز برنامه هم هستن. من یک درودی به شما میگم خانم دکتر بقایی و خواهش میکنم خوش آمدید داشته باشین به بینندگان برنامه و جستار امروز رو آغاز کنید. درود میگم من هم به آرتمیس عزیز و سپاسگزار که باز هم به من فرصتی دادین تا بتونم در این برنامه با شما و دوستان باشم. درود میگم به همه بیننده های برنامه و آرزوی تندرستی برای همه اونها دارم و امیدوارم که این برنامه خوبی باشه براشون. سپاسگزارم ازتون خانم دکتر بقایی. خواهش میکنم که جستار آغاز کنیم برای ما یک در واقع تاریخچه ای از پزشکی ایران باستان بگین بر اساس اسناد یا بر اساس اون متونی که باقی مانده، حالا از دوران زرتشت مایلید یا هر زمانی که خودتون ترجیح میدید. آتمیشان شما برنامه رو خیلی خوب آغاز کردی، یعنی یکی از نکاتی رو که ما ایرانی ها همیشه مورد توجه قرار می دادیم و به همین دلیل شاید جزو تندرست‌ترین مردمانش شرق بودیم. ما احترام به آخشیج ها یا عناصر سازنده جهان رو در رأس کارامون میذاشتیم و یکی از نشونه های اون همون تقویمی هستش که ما داریم، تقویم ایرانی ها، که در اون بر اساس عناصر طبیعت، عناصری که جان آنها، نگهبانی جون اونها وابسته به اون بوده، نامگذاری شده. ما میبینیم که وقتی با شروع سرما که در واقع کشنده حیوانات، کشنده انسان ها بوده، ما آتش رو احترام میگذاشتیم و چون آتش بیشتر روشن میشد نام آن را هم بر روی نام ماها میگذاشتند و در گرما احترام به آب و نامگذاری ایزدان نگهبان آب یا وابسته به آب شروع میشده، حتی آبان، آذر. این یکی از نکاتی هستش که خودش روشنگر و اندازه کافی هست که ما چقدر دقت داشتیم در مورد نگهبان از عناصر. اما اگر ما بخوایم مستندتر در واقع صحبت بکنیم و وارد متون بشیم، از قدیمی ترین متونمون بگیریم، در واقع متون اوستا، آرتمیس جان و همه بیننده ها شاید خیلی خوب بدونم که ما ایزدانی رو داریم که این ایزدان هر کدوم نقشی رو داشتن، یعنی نقشی ایزدی داشتن، نقشی مینوی داشتن و نقشی زنی، اما در کنار این نقش ها هر کدوم اونها به نوعی گذری داشتن و نگهبانی جان و روان و تن انسان ها، در واقع نگهبانی از حتی خرد انسان ها، نگهبانی از آب ها و زنانی که در حال زایمان هستند که مهمترین نقش رو در جهان ایفا می کردن، بر عهده همین ایزدان بوده. و شاید جالبه که یکی از مهمترین این ایزدان که دارنده حرفه، یعنی ما اون رو به عنوان یک پزشک واقعی، پزشکی که هم ایزد بوده و هم گیاه بوده و هم به صورت زمینی، به صورت یک انسان
انسان، پزشک نام برده شده ایزد هوم هستش که در علاوه بر اینکه در جاهای مختلف اوستا از اون نام برده شده و از اون خواهش‌های مختلفی شده که من حالا به اونا اشاره میکنم، از اون به عنوان یک پزشک هم نام برده شده، یعنی میاد و میگه که اون خوشندام هستش. علاوه بر اینکه یک ایزد هست، از اندام اون نام برده میشه و ما میبینیم که حتی در شاهنامه از هوم به عنوان یک پزشک میشه گفت جادو معاب، جادوی به معنای خوبش، نام برده میشه که در کوه ها نشسته و به صورت عرفانی شاید داره یک صدایی رو میشنوه که میفهمه که اون صدای افراسیابه. در واقع همون خاصیتی که در اوستا ما به عنوان پیش بوی بردن، از پیش آگاهی داشتن، و شاید این یکی از خواص پزشکان ما بوده که پیش از اینکه بخوان یک بیماری به اوج خودش هم برسه یا یک خطر یا هر چیزی، اون رو میفهمیدن و به صورت یک ایزد خدا از اون نام میبرن. علاوه بر همه اینها ما میبینیم که در متون بعد از اون، در متون پهلوی، ما بخش اعظمی از متونمون اشاراتی دارن به پزشکی در ایران باستان. در کل در اوستا یکی از چیزهای جالبی که در اوستا وجود داره در وندیداد بندهایی هستش که مربوط به علم پزشکیه. خیلی اوقات ما میان و میگیم خب ایرانی ها نژاد پرستن یا هر چیز دیگه، ولی جالبه که وقتی که ما در گفتگوی که همین چند وقت پیش با یکی از دوستان داشتیم و میگفت که در خیلی از تمدن های باستانی به خاطر اینکه اون تمدن رو حفظ کنن، افرادی رو که ناقص یا دارای مشکل بودن و به دنیا میومدن اونها رو میکشتن، و این شاید شبیه همون متنی هستش که در مورد جم در وندیداد دیده میشه. و من همونجا به اونا گفتم که ما هیچ وقت اونها رو نمی کشتیم، بلکه ما اولویت رو بر تندرستی میگذاشتیم. یعنی اگر یک مصیبتی به انسانها بیاد برسه و ما ناچار به گزینش افرادی باشیم، ما افراد سالم را اولویت میذاریم، یعنی اونها رو گلچین میکنیم. و همونطور که جم گفته میشه که در وندیدار وقتی که زمستان میاد، زمستانی که قرار همه دام و حیوانات و انسانها رو از بین ببره، جم ناچار میشه جای محدودی رو بسازه که یک وری رو میسازه و اونجاست که مجبور میشه افرادی رو که دارای مشکلاتی مثل گوش‌پشتی، کج‌دندانی یا مشکلات حتی روانی هستن، پیسی حتی دارن، این افراد رو جدا کنه و افرادی رو که تن درستی دارن وارد اون ور کنه. یعنی ما هیچ وقت اونها رو نمی کشتیم، ولی ترجیح میدیم که تا نژادی رو که قرار در این مصیبت حفظ بشه اون تندرست ها باشن. علاوه بر همه اینها میشه گفتش که ما پزشکی باستانیمون اینقدر قوی بوده که ما از بزرگترین افرادی که در ایران باستان میشناسیم، در واقع یکی از کارهای بزرگی که انجام دادن بیماری و مرگ رو از تن انسانها دور کردن. افرادی رو که تب، لرز یا رنج رو از افراد دور میکنن. برای نمونه ما در شاهنامه جمشید رو به عنوان کسی که آهنگری رو آورد، کسی که جام پوشی رو آورد و کسی که خیلی چیزها رو برای نخستین بار آورد نام میبریم. و خیلی جالبه که در همون زمان گفته میشه که اون رنج رو از تن مردمان بیرون میبره، ولی کاری رو که در کنار رو میکنه اینه که پرستنده ها رو از مردم جاشون رو جدا میکنه و اونها رو به جای دیگر میبره، ولی در اون شهر یا اون جایی که هستش برای نخستین بار خیلی چیزها رو میاره مثل آهنگری و پزشکی.
آرتمیس جان. اگر خیلی جالبه که البته خب اینایی که داریم میگین دقیقا بر اساس متونی که وجود داره. من میخوام این نکته رو برای اون بینندگانی که احتمالا نمیدونن که چه اندازه پزشکی ایران پیشرفته بوده در پیش از اسلام در دوران باستان ایران، اینو بگم که ما در سوخته‌های شهر سوخته تونستیم، یعنی ما منظورم دانشمندانی که اون کار باستانشناسانی که دنبال این گونه پژوهش‌ها هستن، توانستن در شهر سوخته نخستین پروتزهای انسانی رو پیدا کنن. پروتز یعنی اعضایی که شما از دست میدید و به جاش اعضای مصنوعی رو میسازید و اونجا جایگزین میکنید. اولین پروتز چشم مصنوعی جهان در شهر سوخته به دست اومد که از ماده مانند قیر ساخته شده بود و حتی عروق خونی رو با یک چیزی مثل نازکه ها یا سیم های بسیار نازک مسی در روی اون ایجاد کرده بودن. یا نخستین پروتز انگشت پا، انگشت شست پا که اگر انسان ها انگشت شست پاشون رو از دست بدن نخواهند تونست بدوئن، این برای همین قسمت به خصوص برای دویدن خیلی لازم بوده در دوران گذشته که مردم همه زندگیشون با پا انجام می شده و این راه رفتن افراد دچار اختلال می کرده، پروتز انگشت پا داریم. یا اینکه از پیشرفت های پزشکی اون دوران براتون اینو بگم که در شهر سوخته ما می دونیم که یک بیماری متداولی که وجود داشته هایدروسفالوس بوده، یا اونایی که پزشک هستن خب می دونن، اونایی که نمی دونن کله افراد، سر افراد شروع می کنه به آب آوردن و درین نمیشه، خارج نمیشه مایعات زیادی مغز، برای همین سر افراد بزرگ میشده، افراد کله گنده‌ای به وجود میومدن و این به مرور البته افراد میتونست بکشه. و دیدن که در شهر سوخته از روی بقایای استخوان‌های بازمانده در سر بسیاری از افراد، در جمجمه افراد یک سوراخ ایجاد شده بوده و برای اینها شانت خارجی میذاشتن، چون شانت داخلی هم وجود نداشته، یک لوله از مثلا روده گوسفند و مواد آنچنانی مشابه میساختن، از کودکی در مغز این بچه میذاشتن و از بیرون اینو وارد میکردن، خارج میکردن، ترشحات رو خارج میکردن از مغز افراد. و چقدر جالب و چقدر پیشرفته بوده این کار که میتونستن این شانت خارجی رو از عفونت حفظ بکنن در 6000 سال پیش، در حد معجزه است این کار. و هرچی افراد بزرگتر میشدن این شانت رو، چون شانت خارجی بوده، شانت رو بزرگتر بلندتر میکردن به نسبت قد افراد و اینو بس میکردن به یکی از بستا عروق بدن و این آب اضافی رو خارج میکردن از اون طریق. خب این یکی از چیزهایی است که اصلا در مخیله انسان ها در اون دوران در هیچ جای جهان نمی گنجید، یک همچین به اصطلاح راه حلی که همین امروز هم در پزشکی امروز به صورت شانت داخلی این کار انجام میشه و تو عمل و چقدر استریلیتی و چقدر مراعات کردن همه نکات پزشکی. این یکی از نکاتی بود که میخواستم بگم در جهت اینکه مردم بدونن که ما پزشکیمون انقدر پیشرفته بوده که اصلا از هیچ جای جهان به پای پزشکی ایران نمی‌رسیدن، حتی مصر باستان که انقدر معروف هم به اصطلاح طب کهنشون. ولی یک نکته دیگه که من میخوام بگم، قانون به اصطلاح پزشکی اخلاقی یا اتیکال مدیسین یا به اصطلاح همون چیزی که ما بهش به نام سوگندنامه بقراط میشناسیم، که افراد امروزه میان و بر اساس این سوگندنامه به شغل پزشکیشون اشتغال پیدا میکنن، در پایان فارغ التحصیلی همه ما این سوگندنامه بقراط رو خوندیم در دانشگاه روزی که فارغ التحصیل میشدیم، میخوام بهتون بگم که این ریشه‌اش بسیار بسیار کهن‌تره. در وندیداد، اون بخشی از اوستا که نامش وندیداد هست و الیکا جون شما بهش اشاره کردید، ما درباره قوانین اخلاق در پزشکی یا قانون‌های پزشکی ایران باستان میخونیم اونجا. نخست این که مثلا نباید برای هر نوع ترایال یا آزمایش‌های پزشکی از افراد مزداپرست یا زرتشتی استفاده بشه، یعنی منظورشون بوده که میتونید برید از جاهای دیگه، مثلا هندوها یا کسانی دیگه که همین امروز هم در خیلی از جاهای جهان استفاده میکنن، بیارید و اگه میخواین آزمایش بکنین رو اونها بکنین، برای اینکه ایرانی ها رو نکشید یا مزداپرستان رو نکشید، برای اینکه اون موقع افرادی بودن که بالاخره چوب و سنگ و چیزای دیگه هم میپرستیدن، اینا میگفتن اینهایی که اینقدر در خرد بالاتری هستن که مزداپرستان و یگانه پرستان و این گونه هستن رو
سعی کنید آزمایش‌های پزشکیشون انجام ندید و هلاکشون نکنید. بعد اینکه پزشکان نباید کار خطرناکی روی بیماران انجام میدادن که موجب نقص عضو یا کشتن بیمارانشون میشده، همین چیزی که امروزه به نام مال پرکتیس میشناسن، اشتباهات پزشکی یا کارهایی که ممکنه پزشکی انجام بده که برای بیمارش زیان‌آور باشه، و اگر کسی این کار میکرده برای همیشه از حرفه پزشکی محروم میشده. و نکته دیگه‌اش این بوده که پزشکان بایستی که بسیار بسیار صبور بودن، شنونده‌های بسیار خوبی بودن و هر وقت و بی وقتی خودشون رو به بالین بیمارشون اگر نیاز بوده میرسوندن، همون چیزی که ما امروزه در پزشکی به نام آنکال بودن به اصطلاح میشناسیم و افراد میان در نصف شب هم که شده اگر بهشون تلفنی بشه میرن خودشون رو به مریض میرسن، اون موقع هم همینطور بوده. پزشک باید تمام 24 ساعتش وقف بیماران بوده، وقتی وارد این کار میشده دیگه نمیتونسته بهانه‌ای بیاره و از حضور بر سر بالین یک بیمار سرباز میزده. از سوی دیگه دستمزد پزشک باید معقول بوده و منابع شأن و مقام و درآمد بیمار بوده و دستمزد معمولا هیچ وقت پزشک خودش درخواست نمی کرده. اینقدر پزشکان ایران شرافتمند بودن و اینقدر دنبال خدمت کردن بودن که هر دستمزدی رو که بیمار میداده میپذیرفتن، چه نقدی و چه غیر نقدی به اصطلاح. و از طرف دیگه پزشکان در ایران بایستی رفتار نجیبانه ای داشته باشن. هر بیماری برای اونها باید عضوی از اعضای خانوادهشون محسوب می شده و نگاه یا کاری رو انجام نمی دادن که بیمار رو معذب بکنن و برای پزشک بیمار هیچ جنسیتی نباید داشته بوده باشه. و تمام هدف یک پزشک در مراجعه یک بیمار بهش باید نجات بیمار و شفای بیمار یا به اصطلاح برطرف کردن اون ناپاکی یا آلودگی یا بیماری از تن یا روان اون بیمار بوده. به خصوص برای زنان بی سرپرست پزشکان قوانین ویژه‌ای وجود داشته که بسیار بسیار با احترام با اینها رفتار می‌شد. معمولا پزشکان انقدر انسان‌های شریفی بودن که همه مورد اطمینان همه جامعه بودن و شهرت بسیار خوب و نام بسیار نیکی داشتن. بنابراین معمولا افراد رو با اطمینان کامل افراد پزشک رو به خونه هاشون می آوردن، می پذیرفتن، چون می دونی اون موقع خیلی متداول بوده پزشک به خانه های بیماران می رفتن و پزشکان به هیچ عنوان حسادتی نمی کردن، به هیچ عنوان خباثت یا بدتینتی نمی کردن، به هیچ عنوان زوری به بیمار نمی گفتن. این نکته خیلی مهمه، چون امروزه ما تازه در پزشکی نوین اینها رو گنجوندیم جزء وظایف پزشک که شما حق ندارین تحمیل نظر خودتون رو به بیمار بکنید، و این کار جزء قوانینی بوده که پزشکان ایران در چند هزاره پیش انجام میدادن. و از طرف دیگه یادمون باشه که پزشکان در دوره‌های که تاریخ ما به صورت تاریخ کاملا مکتوب شاهنشاهی در اومد، یعنی از دوران مادها و هخامنشیان و بعد دوران اشکانیان و ساسانیان، تمام مدت مبادله دانش داشتن و مقاله هایی که می نوشتن رو با پزشکان رومی و یونانی و با پزشکان هندی شیر می کنن یا به صورت در گسترش می دادن، در اختیار اونها قرار می دادن. و بسیار بسیار جالب این نکات برای اینکه مردم ایران ممکنه ندونن که ما از نظر پزشکی دقیقاً اصولی رو رعایت می‌کردیم که تازه پزشکی مدرن در همه جهان به این کارها روی آوردن، و این باید مایه سربلندی ما ایرانیان باشه که چنین پزشکی و اخلاق پزشکی و قوانین پزشکی پیشرفته‌ای داشتیم که تازه در یک هزاره به اصطلاح جدید، حالا یا میتونیم بگیم دقیقا میتونم بگم یک 20-25 ساله که اینقدر نکات اتیک و اتیکال داره، اخلاق و در پزشکی داره مورد توجه قرار میگیره و قوانینش همه کشورها گنجونده میشه. الیکا جان خواهش میکنم دنباله جستار رو شما داشته باشید. آرتمیس جان، اتفاقا یکی از چیزهای جالبی که در حرفاتون بودش، فقط میخوام
در مورد همون صحبت بکنم و یک توضیح بیشتر بدم، اینه که ما پزشکیمون در ایران باستان به قدر قوی بوده که میشه اونو تطبیق داد با انواع گروه های مختلف پزشکی که در امروز ما داریم. یعنی مثلا ما گیاه پزشکی رو که در اوستا میبینیم، یعنی شاخه های، میخوای بگی شاخه های پزشکی در اون دوران خیلی خیلی در ایران تخصصی بوده، تخصصی مثل بود. امروز بله مثل امروز. کاملا درسته، کاملا درسته. ما گیاه پزشک رو داشتیم که همون میتونیم ببندیم به عطار یا داروساز امروز، در کارت پزشک رو داشتیم که همون جراحی بوده، همونطور که شما اشاره کردیم و گفتیم که باید آزمایش رو انجام میدادن و زمانی که آزموده میشدن اون رو روی یک مزا پرست انجام میدادن. ما مانترا پزشک داشتیم. یکی از چیزهای جالبی که در مورد مانترا پزشکی باید بگم که بحث بعدی من ارتباط داره این هستش که ما مانترا پزشک رو از همه گروه های پزشکی دیگه بالاتر میدونستیم. مانترا پزشکی اینو توضیح بده برای بینندگان که چه نوع پزشکی بوده، روان پزشکی؟ میشه اون رو نوعی روان پزشکی دقیقا گفت و علاوه بر اون گسترده تر از یک روان پزشک بوده. مانترا خب اون چیزی که برخی فکر میکنن و شاید بشه به اون هم رب داده، من هم معتقد به این هستم، اینه که از همون ریشه من هستش و در واقع با من یا اندیشه انسان، یعنی همون واژه در من، در مزدا، واژه های دیگه ما میبینیم به معنی اندیشه، نوع خاصی از اندیشه که در وجود انسان هسته، با اون کار میکنه و در واقع مثل مدیتیشن و سیستم های ماورای طبیعه امروز که مثلا همش میگن بیاین بشینین مدیتیت کنین یا به اصطلاح زن و یوگا مدیتیشن، یعنی با روان در هر حالت، یعنی با قسمت روان بیماران کار کردن. بله دقیقاً درسته. اگر بوده با موسیقی های که ما امروز حتی ما به نام مانترا اون رو به کار میبریم، با همین شکل مانترا خوانی با همون، و این اولویت داشته و ما میبینیم که در متون پهلوی هم گفته میشه که میگه جان بر تن اولویت داره و زمانی که بخش مختلف رو میگه که جان بعد از اینکه جان بر تن خداوندی داره، اون عضوهای رو که میگه مثل بوی که بوی بردن یا خودآگاهی اون رو میگن، ویر یا حافظه، اوش یا هوش، میبینیم که تمام اونها تقسیم بندی های بسیار دقیق و جداگانه. شاید امروز حتی یک پزشک رو میبینیم، شاید حتی یک پزشک ایرانی زمانی که میخواد در مورد این بخش ها یا این قسمت های روانی انسان صحبت بکنه، همه رو در یک قالب جا بده و بگه خب اندیشتون، فکرتون یا چنین واژگانی، ولی ما جدا میکردیم. یعنی ما میدونستیم که با کدوم قسمت اندیشه یا روان انسان ها داریم کار میکنیم. خرد بوده، بوی یا خودآگاهی بوده، ویر یا حافظه بوده، اوش یا هوش بوده. و وقتی که فراتر میریم میبینیم که حتی در اندام انسان ها ما برای پزشکی تقسیم بندی های مختلفی کرده بوده، مثل آینه، باد یا خیلی قسمت های دیگه رو ما اضافه میکنیم تا بدونیم داریم با کدوم قسمت بدن انسان در واقع سر و کار داریم، با کدوم قسمتش ما درگیر هستیم و مشکل رو میبینیم. پس همونطور که شما گفتیم پزشکی ما در درجه بالایی از تخصص خودش بوده و جالبه که دادپزشک هم داشتیم، درسته؟ پزشک قانونی که امروز ما داریم و بهش میگفتیم دادپزشک، یکی از بخش‌های مهم پزشکی ایران بوده که پزشکانی که میتونستن هر گونه اتفاق غیر طبیعی برای کسی میافتاده، حالا از ضرب و شتم و کتککاری ها و آسیب هایی که ممکن بود افراد به هم دیگه بزنن،
گرفته تا افرادی که کشته می شدن. و جالبه که این بخشی که در واقع به اصطلاح دادپزشکی رو شامل می شده، این پزشکان خیلی هاشون در استخدام سیستم قانونی کشور هم بودند. این یکی از چیزهاییست که مردم ایران خیلی ها نمی دونن. یعنی مثل امروز که ما پزشک قانونی داریم، پزشکانی که فقط برای دادگستری کار می کنن، همون زمان هم ما پزشکانی داشتیم که با سیستم به اصطلاح دادگری، دادگستری، دادستانی کشور همکاری داشتن و بسیار هم رأی و نظرشون بدون رخبر بوده. درسته. و حتی روش های پیشگیری که بخش از گروه پزشکی بوده رو هم ما داشتیم که راه های پیشگیری یا حفظ طبیعت یا حفظ اندام انسان ها برای جلوگیری از بیماری رو میگفتن. در واقع وندیداد رو اگر کسی بخونه، خیلی از گفتارهایی رو که امروز پزشکی داره عنوان میکنه به عنوان راه های پیشگیری یا راه های درمان در اون پیدا میکنه. یکی از چیزهایی که شما گفتید همین موضوع بودش که چطور ما پزشکیمون قوی بوده در این درجه و اون راه ها و اون علممون چقدر ناشناخته مون و امروز داره از طریق شاید حتی غرب به ما برمیگرده، در حالی که یکی از چیزهایی که همین خبرهایی که اخیراً خوندم مربوط به یک فیلمی بودش که در روسیه ساخته شده بود در مورد ابن سینا و در اونجا میبینیم که دارن فارسی زبانهای دستکم همسایه خیلی زیاد اون رو میبینن و در اونجا به یکی از روش‌های درمان ابن سینا اشاره میکنه در مورد پیشگیری از یک بیماری واگیردار که در اون میگه که بازاری ها حتی باید خودشون جنس رو به خانه ها ببرن، همون چیزی که امروز خیلی ها پیشنهاد میدن که تحویل در منزل که مردم بیرون نیان یا به جای سلام کردن در خونه بمونن، نماز رو در خونه هاشون بخونن، نماز جماعت رو کنار بگذارن و حتی سکه ها که خودشون رو در سرکه بشوین تا وقتی که با همدیگه داد و ستد میکنن پول رد و بدل میشه بیماری از اون از کسی به کسی دیگه نره. خیلی جالبه که ما چنین چیزی رو میبینیم. یا حتما همه دوستان با نام جوندی شاپور آشنا هستن. جوندی شاپور یکی از بزرگترین مراکز پزشکی ایرانی ها بوده و یکی از نظریاتی که در مورد نام اون جوندی شاپور گفته میشه این هستش که از واژه قن یا قن داشتنه. در واقع هدف از ساختن این مکان جمع آوری متون، کتاب ها و پزشکان و علم پزشکی در اونها بوده و زمانی که دستور میدن بعد از اسلام حتی که بیمارستان دیگه ای رو در بغداد بسازن از پزشکان اونجا استفاده میشه و اونها رو مجبور میکنن که به اونجا برن و علم خودشون رو به اون بیمارستان هم ببرن و در اونجا مشغول به کار بشن. یا یکی از چیزهای دیگری که میتونه قابل تأمل باشه مانی هستش. مانی پیامبری هستش که اگر دوستان خیلی آشنایی ندارن این مدت کوتاهی هم بودش ولی در همون دوران متون ارزشمندی رو باقی گذاشته. یکی از چیزهای در واقع قابل تأمل در مورد این پیامبر ایرانی این بودش که خودش رو زمانی که از نام و نسبش میپرسیدن نه به عنوان یک پیامبر بلکه به عنوان یک پزشکی هستم از بابل زمین. پس این نشون میده که ما حتی برتری میدادیم پزشک بودن رو به پیامبر بودن. نمیاد در مورد سابقه الهی خودش حرف بزنه، اون همیشه این رو مورد توجه قرار میده و حتی مشغول درمان و یکی از روش هایی که تونستش موفق باشه در یک دوره‌ای برای گسترش دینش همین بود که به درمان شاهان یا وابستگان اونها میپرداختش که تونستش موفق باشه و گویا موفقیت زیادی هم داشته و
آرتمیس جان اگر اشتباه نکنم حتی دانشگاه تهران دانشگاه اولین دانشکده ای رو که ساخت دانشکده پزشکی بود، یعنی ما حتی درسته درسته. یه نکته مهم اینجا هست الیکا جان، به نظر میرسه که مثلا من همیشه دیدم مردم ایران که میشینن دور هم یا در خیلی از برنامه های طنز تلویزیون وقت میخواد صحبت کنن خیلی با ناراحتی موضوع رو میگن که آره همه پدر و مادرها ایرانی میخوان بچه‌هاشون دکتر بشن. من اینو به صورت یه چیزی که دارم در یک روند تاریخی در مردم ایران میبینم اینه که مردم ما همون گونه که شعر و چام سرایی و آهنگین گویش ها در خونشونه و ما مردم شعر و چکامه هستیم، همون گونه ما مردم پزشکی هستیم. به نظر من میاد اون طوری که شما در روند تاریخ میبینید از میزان سلامتی که مردم ایران به نسبت مردم جاهای دیگه دنیا داشتن، از قوانین بسیار سختگیرانه بهداشتی و پزشکی که ما در هزاره ها رعایت میکردیم، از قوانین خیلی خیلی پیشرفته پزشکی که داشتیم مثلا برای خود فن پزشکی داشتیم، از امتحانات بسیار دشواری که برای پزشکی ما در تاریخ وجود داشت، همونجوری که تو اشاره کردی شاپور یکم در دوران ساسانیان اومد و دانشگاه گوندی شاپور رو درست کرد، جایی که امروز اهواز امروزی هست، و در اون جایگاه نه تنها پیشرفته ترین دانشگاه پزشکی جهان آن دوران ساخته شد، بلکه جایی بود گوندی شاپور مثل جان هاپکینز امروز، یعنی جایی بود که منبع رفرنس تمام معلومات پزشکی جهان بود و رفرنس نویسان یا کتابهای مرجع نویسان پزشکی در جهان می اومدن همه جمع می شدن در گوندی شاپور، دقیقا مثل ریسرچ سنترهایی که الان مثلا توی جان هاپکینز هست، مراکز مختلف تحقیقاتی که داره، همین کار رو در گوندی شاپور میکردن و عده بسیار زیادی، یعنی خود شاپور یکم 125 پزشک داشت از ایرانی، رومی و هندی که خودش هم حتی میگن بسیار بسیار از دانش پزشکی بالایی برخوردار بود. حتی بسیاری از شاهان دیگر ایران در درازای تاریخ اومده دربارشون نوشته شده، به خصوص هم در دوران هخامنشی هم در دوران ساسانیان خودشون شاه پزشک هم بودن، یعنی پزشکانی بودن که شاه بودن و یا شاهانی بودن که پزشک هم بودن. از این رو هست که میخوام بگم پزشکی انگار در خون مردم ایران حرکت میکنه و ما ژن استعداد پزشکی داریم، بنابراین یه چیز طنز یا خنده‌دار نیستش که مردم بهش اشاره میکنن ما ایرانی ها خیلی دوست داریم پزشک باشیم. ما مثل این که این حس این توانایی این استعداد در دست خیلی از مردممون هست، در دستهای شفابخش بسیاری از ایرانیان هست و برای همین شما امروز هم میبینین که به بهترین جزء بهترین پزشکان جهان در ایران پزشکان ایرانی هستن و ایرانی هایی که در کشورهای دیگه پزشک هستن و در مراکز مختلف بیمارستان ها و تحقیقات کار میکنن، این داره از اون ریشه میاد، از اون استعدادی که شاید یک نیشن یک ملت در درازای تاریخش داشتن. از سوی دیگه یه نکته که خیلی خیلی جالب بود که در میون گذاشتی الیکا جان، ما این به اصطلاح همین هومی که تو بهش اشاره کردی یا هوم سپید یا گیاه گرکون که بهش میگن، گرکون هم بهش میگن، نمتونه پهلوی به اون نام هم اومده، گیاهی بوده که ما اینو به سبب نامیرایی و جاودانگی میدونستیم، یعنی این گیاه کار ریشه جینسینگی که چینی ها انقدر بهش باور داشتن رو در ایران انجام میداده، برای همین در تمام سفره های مراسم گوناگون گاهنبارها و جشن های گوناگون ایرانیان ما گیاه هوم رو میگذاشتیم به عنوان سمبل سلامتی. حالا این مجموعه رو شما در نظر بگیرید و برسید به پس از اسلام، در پس از اسلام که میدونید که خلفای عباسی اومدن و از پزشکان ایرانی استفاده کردن، حتی اولش که پزشکانی از چند تا از پزشکان هندی رو آوردن به کار گرفتن، دیدن که باز طب یا پزشکی ایرانی خیلی خیلی برتر بود. از این رو هست که شما بعد میبینید که همون جوری که شما اشاره کردین مثلا دانشمندانی مثل ابن سینا و زکریای رازی رو ما داشتیم، زکریای رازی به خصوص شاید کمتر ایرانیان در این باره بدونن که کتاب الهاوی به اصطلاح زکریای رازی یکی از مشهورترین دائره المعارف های پزشکی در دوران خودش بود و چندین بیمارستان رو زکریای رازی اداره میکرد. میدونیم که رازی مال شهر ری بود، جایی که اکنون تهران هست،
هست و قرار بود که بیمارستان بسیار بسیار بزرگی در ری ساخته بشه. زکریا رازی یکی از داستانه معروف احتمالاً بسیاری از افرادی که در فیلد یا در زمینه پزشکی میدونن یا کار میکنن اینو میدونن، اومد چند شقه گوسفند رو در 4 ناحیه تهران، تهران امروزی که ری به اصطلاح گذشته شهر ری بسیار بزرگ و آباد بود در اون دوران، آویزون میکنه و اومد بعد از 48 ساعت رفت تمام این گوشتا رو نگاه کرد، جایی که کمترین میزان پشه مگس و میکروب دور اینا جمع شده بود رو انتخاب کرد به عنوان جایی که از نظر آب و هوایی مناسب ترین جاست برای ساخت بیمارستان. یا از ابن سینا که خانم دکتر بقای شما اشاره کردید، دانش پزشکیش در اندازه‌ای در کمال و سطح بسیار بسیار بالایی بوده و نظم و منطق علمی که در دانش پزشکی آورد رو ابن سینا آورد. اینو شاید بسیاری نمیدونن، ابن سینا کسی بود که کتاب به اصطلاح قانونش، کتاب قانون که کتاب پزشکیش بود رو بعد از عصر رنسانس به عنوان مهمترین کتاب کلاسیک پزشکی جهان درس داده شد به میلیون ها پزشک در جهان و به خاطر اینکه پزشکی رو اومد کانالیزه یا کاتگوریزه کرد و بخش بخش کرد و 5 بخش مهم، پزشکی عمومی، پزشکی دارویی یا فارماسوتیکال و ساینسی که امروز هست، پزشکی داخلی و خارجی یعنی اندام‌ها درون و بیرون بدن، و بعد پزشکی داروهای مرکب و پزشکی عمومی توام، یعنی در واقع داخلی، پزشکی داخلی با دارو یعنی چیز که بر و روان پزشکی رو به صورت تنها کسی که در تمام تاریخ جهان روان پزشکی نوین رو بنیاد نهان به نام روانتنی، دانش روانتنی رو ما داشتیم و این واژه روانتنی رو هم ما اون زمان استفاده می کردیم. و اینو یادمون باشه، بزرگترین شاید پزشک همه تاریخ پزشکی جهان نام برده میشه در همه جا و اینو در تمام کتاب ها، حتی بسیاری از نکاتی که در پزشکی و روان پزشکی ابن سینا اشاره کرد هرگز پس از اون رد نشد، تا به امروز هم رد نشد. ممکنه تحقیقات بیشتر و مطالعات بیشتر انجام شد و شاخهای گسترده ترش عنوان کردن، ولی دانشی که او پایه گذاشت هرگز رد نشد. خواهش میکنم خانم دکتر بقایی ادامه جستارو. اتفاقا در مورد همین گستردگی دانش پزشکی ایرانی ها در جهان یک داستان جالبی هستش که چند وقت پیش برای تحقیقی که داشتم خوندم و روش کار میکردم. در چین باستان در مورد یک گیاه صحبت شده بودش، لینچی، که خب خیلی ها معتقدن که این چی در واقع به قارچ فقط گفته میشه، ولی لینچی در مجموع گیاهی بودش که در متون باستانی اونها اومده بود که قدرت خیلی زیادی داره، درمانگره و به نوعی همون خاصیت جاودانگی بوم ما رو داره. و در زمان اگر اشتباه نکنم امپراتور، نامش رو مطمئن نیستم درست میگم، شیهوانگ گروهی رو میفرسته و احتمال اگر درست یادم بیاد که اقتصاد خیلی بد بوده و اون فکر میکنه که خب بهترین کار اینه که من برم و با پیدا کردن این گیاه باستانی این اقتصاد رو نجات بدم. و زمانی که در متون چیز جالبی که برای ما قابل توجه و خیلی از دانشمندان اون رو مد نظر قرار دادن این بود که اون زمانی که میخواد اون گیاه رو پیدا بکنه کشتی های خودش رو به سمت هند و ایران و هند میفرسته و گفته میشه که علتش این بوده که کاربرد هوم ایرانی و سومه هندی، در واقع هر دو یکی هستن، هی و سه به هم در واقع هی ایرانی سه هندی بوده، که همون اینقدر این کاربرد معجزه آسا و درمانی این گیاه زیاد بوده که در واقع گفته میشه که اون
در پی یافتن این گیاه به این سمت کشتی میفرسته و نیرو میفرسته. و یک چیز دیگه ای که نشون میده ما پزشکمون چقدر گسترده بوده، البته من خب در متون زیادی اینو ندیدم، امیدوارم که درست باشه چون میتونه درست باشه، گفته میشه که یک کاهن مصری در موزه واتیکان کتیبه‌ای داره نگاشته که در موزه واتیکان نگهداری میشه. این کاهن مصری زمانی رو در دربار هخامنشی‌ها بوده و در این کتیبه خودش میگه که داریوش هخامنشی به اون دستور داده بود تا بیمارستانی رو تأسیس بکنه در مصر و در اون پزشکان کتاب‌ها و لوازم لازم برای پزشکی رو که برای نجات جان مردم مصر ضروری است گردآوری بکنه و او به اونجا میره و این مؤسسه و این بیمار این در واقع مرکز پزشکی رو میسازه. و این نشون میده که دانش و احترام ما به پزشک و علم پزشکی تا چه اندازه تاریخ دار بوده. ولی من یک نکته دیگه ای که اینجا میخوام اعلام بکنم برای بینندگان اینه که در همون دانشگاه جندی شاپوری که در بارش گفتگو کردیم، در اون دانشگاه جندی شاپور نخستین امتحان پزشکی جهان برگزار شده. یعنی کسانی که میخواستن پزشکیشون مدرک پزشکیشون رو بگیرن، ما نخستین آزمون دانشگاهی جهان رو برای در واقع اعطای مدرک پزشکی افراد بهشون در اونجا برگزار میکردیم و دقیقا چیزی بوده شبیه همین چیزی که در آمریکا مثلا دارن بهش میگن امتحانهای USMLE، دقیقا همچین چیزی مشابه اینو ما داشتیم در دانشگاه گنجی شاپور که هم امتحان عملی میگرفتن هم امتحان تئوری میگرفتن برای پایان کار دانشجویان پزشکی و به اونها مدرکشون رو میدادن و اینهایی که میخواستن بیان از کشورهای دیگه در ایران هم پزشکی بخونن همین امتحان رو میگذروندن و مدرک خودشون رو میگرفتن و میتونستن در هر جای جهان میخواستن برن با اون مدرک کار بکنن. این نشون دهنده اینه که چه اندازه پزشکی ایران مورد تایید جهان بوده. خب این برنامه بسیار بسیار برنامه جالبی بود، به خصوص صحبت کردن درباره پزشکی ایران و به خصوص درباره اینکه این علاقه به خصوص مردم ایران به دانش پزشکی از کجا میاد و از کجاست که مادر و پدرها اکثرا دلشون میخواد بچه هاشون دکتر بشن یا مهندس بشن یا هر چیزی. این همه اینها ریشه های فرهنگی و تاریخی در ملت ها داره، یک شبه در مردم ایجاد نشده و به خصوص به خاطر نام خوش، نام نیک که از پزشکان همیشه در ایران به جا میمونده و از اونها به عنوان افراد بسیار مطمئن و خوشنام و سربلند جامعه یاد می شده، همه ی مادر پدرها دوست داشتن و دوست دارن احتمالا هنوز هم که فرزندان سربلند و مفتخری داشته باشن. خب موقع تنوع رشته های جهان هم به این اندازه نبود، دانش ها هم اینقدر گسترش نداشت و خب اون یکی از مشاغل بسیار اصلی برای همه مردم جهان بود. برنامه اومدن با من در این برنامه شرکت کردن و خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما که این برنامه ها رو دیدین، این برنامه رو نگاه میکنید. از کسانی که دوست دارن برنامه های جنبش نوزایی ایرانی رو بیشتر ببینن خواهش میکنم که برن و یوتیوب ما رو، من فقط یه لحظه اینجا با شما یه شیر سکرین میکنم به خاطر اینکه میخوام فقط صفحه بسا یوتیوب جنبش نوزایی ایرانی با این لوگوی رنسانس یا تو پرانتز نوزایی ایرانی میتونید بزنید ایرانیان رنسانس یا نوزایی ایرانی، برید در این کانال، کانال ما و همه برنامه های ما رو نگاه کنید. همه 400 نزدیک 450 برنامه ما در رنسانس ایرانی داریم که میتونید برید اونجا و بعد از که سابسکرایب شدید همیشه برنامه های جدید هم ببینید و برنامه های گذشتمون که هر کدومشون میتونن نزدیک به یک کلاس دانشگاهی باشن، خیلی از اونها حتی بهتر از کلاس های دانشگاهی از نظر من، از اساتیدی که در این برنامه ها شرکت کردن. سپاسگزارم خود دکتر بقایی و امیدوارم که در برنامه های آینده ما باز با هم گفتگوی دو نفره داشته باشیم. سپاسگزارم شان و بدرود، آرزوی تندرستی برای همه دوستان. خدا نگهدار.